خوش آمدین بیننده عزیز در برنامه AFG MTV. امیدوار هستم که همتون جور و سلامت باشین، مخصوصا وطنداران ما که در داخل کشور ما هستن. ما هستم برنامه همشب بر شما پیشکش میکنم. بیننده عزیز، برنامه همشب ما یک برنامه جالب و دیدنی است، برنامه اختصاصی است. میمان بسیار عزیز داریم که از کانادا آمدن و حتما آشنایی دارین با چیریشان، خانم مجده جان. مصاحبه امشب ما بسیار یک همه چیز به عجله شد، یک وقت نداشتیم. مجده جان آمده بودن برای یک ویدیو شوت و تانستیم که کمک وقتشان بگیریم که یک مصاحبه بسیار کوتاه کتشان کنیم. خوش آمدین مجده جان در برنامه امشب ما. تشکر که دعوت برنامه ما را قبول کردین. تشکر مونه جان، سلام برسه به شما و همچنان سلام برسه به همه بیننده های عزیز تلویزیون آریانا افغانستان. خدا کنه همه شما جور و صحتمند باشین. خب ما نتونستم که قبل تبلیغات از این مصاحبه را کنم، از خاطر تقریبا دیروز برای ما گفتن که بله طرف کالیفرنیا میان و از طریق فیسبوک تبلیغات شکردم و همچنان از شما بیننده پرسان کردم اگر شما کدام سوال داریم به مجده جان و حتما سوالایتان از پیشن پرسان میکنم. مصاحبه ما کمک کوتاست، مگر کوشش میکنم که همه سوالایتان بتونم از طریق برنامه امشب از شما بپرسم. اما وانه جان آفرین، بسیار زود خدا رساندین. تشکر شما هم همچنان. تشکر از اینکه آمدین. اولی که بسیار خوش هستم که باز هم دیدم شما را باز چند وقت بعد. دیگر کوشش کردم که شما را ببینم از نزدیکی که انترویو هم داریم، میوزیک ویدیو هم دارین. میوزیک ویدیو هم دارم. بله. اولین سوال از مجده جان است، اینجا چی میکنین مجده جان؟ برای چی آمدین؟ خب بعد از چند مدت پس اثر موسیقی و موسیقی ویدیو و چیزا پس شروع کردیم دیگه، آله لس آنجلس آمدیم برای دو ویدیو شوت که سبا و خیر شروع میشه. شما اولین سوال من جواب دادین. یک دختر بود، یک خانم بود، چند تا خانم بود به فیسبوک بر من اشتر کرده بودن که مجده جان وی میس یو، چرا موسیقی را ایلا دادی؟ وی میس یو، پلیز کم بک. اینما تو ایمیلشان بود و ما خود نتونستم جواب بدم. اینمی اولین جوابم بود که چرا برای یک وقت، یعنی شما یک بریک گرفتین، یعنی مصروف بودین. I know you're a business woman, you're a good business woman. و میفهم که درستانم خوندین، تحصیلم دارین و همچنان بسیار علاقه دارین در موسیقی و موفقم هستین و همچنان یک گوینده بسیار موفق هستین. برنامه خودم داشتین در افغانستان. بله. اگر بتونین بر ما بگین که چرا یک بریک گرفتین؟ یک بریک، خب اول بریک شروع شد از اینکه رفتم پس افغانستان. بخیر، افغانستان. بله. که رفتم علاقمند برنامه و زیادتر چیزا. بله. شدم، چون در هر وقتی که ما موسیقی درس میخوانم در این وقت فلسفه و political science و همچنان journalism درس میخوانم. بله. دیگه journalism یکی از علاقای خاصم است. بله. و چی میخواستم که journalism را کم پیش ببرم. بس پس دوباره برگشتم، پس آمدم کانادا، طرف کانادا دیگه. و وقتی که پس آمدین بخیلی دو ماه باعتش ما شما یک مصاحبه داشتیم. بله. و بعد از او آهنگ وطنتون برامد. بله. یک چند وقت میخواستم که اتو فکر دیگه چیزا رو کنم، مثلا یک کتاب میخواییم، سر یک کتاب کار کنم، یک آن چیزای دیگه علاقمندیم هر حصه که بود میخواستم پیش ببرم. اما موسیقی همیشه یک چیز است که مرا امرای هموطنهایم نزدیکتر میسازه. بله. و چون کم پس ماندم از این پشت هموطنهایم و افغانهای خودم دق شدم، گفتم خیلی یا کانسرت ها رو پس بخیر. بله. شروع میکنم یا پس میرم افغانستان برنامه ما ادامه میتم دیگه. اینمیال فکر کردم که پس نزدیکتر شدم امرای افغانهای خودم در خارج از افغانستان. بل. چون بسیار دیر وقت شده که دور ماندیم از یعنی دیدن افغانای خارج از افغانستان، میخوایم که کانسرت ها رو پس برا بندازم و از اون خاطر آدم نمیتونه کانسرت برا بندازه without music videos. راست میگی، موفقیت بیشتر براتون میخوایم. تشکر. سوال دیگه ما ازتون است. خب یک دفعه شما میگین که موسیقی یک هابی است براتون. بله. نظرتون درباره یک خانم که
یعنی کل وقت خدا یا خانم هم نه یک هنرمند هنرمند کل وقت خدا کل وجود خدا یعنی پول و کل زندگیش از موسیقی است. نظرتون درباره از این چی است؟ موسیقی فرق میکنه در هر جای دنیا. در کشور خود ما افغانستان متاسفانه هنرمندا بسیار مشکلات میبینن. بله. بسی پول و بسی بزنس مشکل است پیشرفت کردن. از خاطر که مثلا در امریکا، در اروپا، در استرالیا، در هر جای دنیا غیر از مملکت های عربی و افغانستان وقتی که موسیقی را ریلیس میکنن در رادیو بله. رویالتیز میگیرن. بله. مثلا ما شیر نوشته کردم برای یک آرتیست کانادایی، برای ما رویالتیز میتن. منظور بله. از این که هر ماه یا هر دو هفته بعد یک چک میایه. از خاطر هر وقتی که یه آهنگ در رادیو نشر میکنن ما پول میگیرم و هنرمندم پول میگیره. ما که نویسندیش بودم پول میگیرم، پروڈیوسر پول میگیره و هر چقدر که زیادتر پلی شوه اما قدر زیادتر میگیره. بله. در افغانستان متاسفانه اینقدر پیسه میره سر ویدیو کلیپ، سر هر کار، سر لباس، سر کل چیز، اما در آخر یگانه طریقی که یک پرینه میسازن یک سنت هم از طریق رادیو، از طریق تلویزیون دادن میشه. از او خاطر من میگم که کار درست نیست که کسی هنرمند تشویق کنه که تنها هنرمند باشه در مثلا مملکت مثل افغانستان یا در مملکت های عربی. بله. چون نمیتونن که از طریق موسیقی برای کل عمر خود بفهمن که اینمی چک ماگکی برشان میاید یا اینمی پول ماگکی برشان میاید. یک سوال دارم و اما پیش از او که میباشه ایم سوال که تازی ارتباط داره. اوکی. بله. از خاطر که شما تقریبا اولین خانم بودین که افغانستان رفتین و یک برنامه بسیار فوق‌العاده تهیه کردین و از این برنامه پدرها، مادرها، اولادایشون از برنامه تان یاد میگرفت. یعنی یک چیز بود که روسی واقعا بسیار جالب بود. من برنامه تان تماشا میکردم از طریق یوتیوب و میگفتم آفرینش، آفرینتان که شما یک خانم هم هستین و جرأت داشتین که برین افغانستان با این محیط و یعنی آدم نمیتونه 100% گارانتی کنه از نگاه سیفتی تان که you will be safe. و حتی برای فامیلتان هم حتما بسیار مشکل بود، برای مادر جان و پدر جان تان. بله. بعد شما بسیار جالب بود که دفتن کلگی میخواست افغانستان بره. کلگی میخواست افغانستان بره. دیدم که یعنی از نگاه کنسرت به نظر ما اینا که میرن افغانستان یعنی کار غلط نمیکنن، کلتور وسترن کلتور میبرن افغانستان و معرفی میکنن برای مردم افغانستان و این به نظر ما کار غلط نیست. مگر جالب است که انمیال حتی کل خانما به افغانستان هستن و نه میوزیک ویدیو میبینم، سریشان هم کنسرت نمیتن. جالب است برای ما. نظر شما درباره از این چیستن؟ ما که هنر پیش بردیم بایست هابی پیش بله. بردیم هر چیزی که مثلا غیر از درس که آدم تحصیل میکنه و میخواه که یک کریر پشت یک کریر بله. بگرده غیر از او هابی. ما مادر و پدرم بسیار عیسه دارن در کارهای موسیقی بله. بسیار جد بی مادر و پدرم و بیادارهایم من نمیتونم هیچ امکاناتش نیست از ما که پای ما پیش کنم سپورت سیستمتان سپورت سیستمم 100% فامیلم است و زیادتر مادرم که منیجرم است، پدرم دیگه، بیادارهایم که کارهای کامپیوتری رو میکنن و کل ما یک نظر یعنی یک جای میشه میبینیم که کدام کار بهتر است و کل ما دیساید میکنیم، دیسیژن با هم میکنیم و یک خوبیش همیست که وقتی که یک دیسیژن میکنیم مادرم پدرم گفته که هر کاری که میکنی یک کار کو که مردم فالو کنن و یاد بگیرن و دیگه هنرمندان فالو کنن. هر چی که میکنی یک کار مثبت باشه که مثلا دیگه هنرمندا اگه فالو کنن به کلگی فایده میرسه. بله. از خاطر I don't want to be the only one out there. نه؟ اما یک چیز خوب است که اگه آدم یک چیز پازیتیو کنه یا یک چیز مثلا وقتی که میرن افغانستان خب کانسرت ها ما میلاد دادم از خاطر نمیتونم بگم کانسرت ها اعلانات این یگان دفعه آدم پای خود کم پس میکنه بله. یگان چیزای دیگه مصرف میشه پس میای هنرمندا هیچ وقت اتو لیو نمیکنن بله. Forever, بله بله دیگه از خاطر چی و هر هنرمند جای خود داره. اما اگر مثلا بعد از اینکه من افغانستان رفتم و دیگه جوانا خواستن که وام برن
و جرأت پیدا کردن که برن افغانستان. من خوش میشم، مادر پدرم هم خوش میشه از خاطر اینه. می شما رفتین مثلا افغانستان رفتین و روسی واقعا کمکم زیاد کردین برای ارگانیزیشن های طفلا و خانما ویمنز رایتس و یگان خانم های دیگه هم رفتن برنامه رو پیش بردن به تلویزیون های مختلف چنل وان تولو. این درست است، مگر یگان خانم هست که بر ما جالب هستن که دفتن کلشان افغانستان رفتن و برنامه ندارن. یعنی همه تا افغانستان رفتن. افغانستان رفتن و جالب است برای ما از خاطر که از نگاه کوالیتی ویدیو، کوالیتی آهنگ، بهترین دایرکتر و پرودوسر ها به خود اروپا و امریکا است. از نگاه یعنی تنظیم آهنگ و موسیقی به افغانستان و تاجیکستان همچنان بسیار پرودوسر های موفق و فوق‌العاده دارن. مگر این جالب بود برای من. و راستی بازم آفرینتان، آفرین جرأت. تشکر وانا جان. و یک چیز دیگه میخوایم بگم، یک سوال بیشتر کردین، گفتین که مثلا اگر چی وقتی که سوال اولتان همی بود که چرا یعنی باعث هابی میزخی یا باعث هابی پیش میبرم، و اولی که گفتم مادر پدرم و بیادرم مثل دارن، و یکی دیگه هنرمندای نو که شروع کردم یک چند سال پیش، هنرمندای بزرگوار بله پیش ما آمدن یک چند تا. یکی که فیوریت خودم از خانم افسانه، بله. یکی خانم هنگامه، بله. دیگه چند نفر بسیار اگر بایس خوب برم دادن و بایس یک هنرمند خانم بله. بر مرد بایس دادن، همش تیر کردن، کل مشکلات دیدن بله. تیر کردن. چند سال پیش بود که من هنوز مکتب میرفتم، خانم هنگامه آمد پیشم گفت تو یک کار دیگام پالی ازی داری که یعنی هنرمند امی هنر پیش میبری؟ گفتم که بله، یا امیال درس میخوانم. گفت بسیار خوب کار میکنی و درست اعلانه کو. گفت درست باید اول باشه موسیقی on the side، هر وقت میتونی موسیقی رو پیش ببری. گفت موسیقی افغانی را اگه میخوای پیش ببری، غیر از خارجی، موسیقی افغانی را اگه میخوای پیش ببری، ایرا باعث یک هابی، باعث یک چیز on the side، امی که امرای مردم بهت نزدیک باشی. بله. و تو فکر نکو که از طریق موسیقی افغانستان یا موسیقی افغانی پول جور کنی و زندگیت پیش ببری. و این گپ از اینام بود همچنان، نصیحت خوب. بله. و اگه خود آدم ببینه مثلا فراد دریا موفق ترین هنرمند افغانستان است فعلا، و تنها هنرمند نیست، نه استاد بود. بله، استاد پانتون بود. و این نفرای و می هنرمندای موفق که آدم امروز میبینه از چند سال پیش میبینن که اینم یک کس مثلا اسد بدی دکتر بود. دیگه میتونم بله. نام بگیرم، اما منظور من نام خدا زیاد هنرمندای موفق و ما هم بله. همچنان نمیخوایم که جوانای ما در اسه هنر پیش برن و دیگه چیز نداشته باشن آن سایت که تصمیم یعنی داشته باشن حداقل بله. یک چیز داشته باشن که اگر یعنی هر کس موفق نمیشه، راست یعنی و اگر موفقم شوه در یک مدت موفق میشه، اما امکان داره که یک کم پس بانه یک کس دیگه پیش شود. هنر آدم نمیفهمن که چی گپ میشه دوینده. گپتون درست است، مگر بزور هنرمند آدم نمیشه. من هر وقت میگم یا تلنتش داری یا نداری. هر چی که کنی ویدیو میتونی درست کنی، میتونی بری صدای تو آلب تکنولوژی داریم که آواز درست میکنن، مگر یا تلنتش داری یا نداری. و ما خودم اگه هم نداشته باشن، ما کوشش میکنم که تشویق کنم و سپورت کنم جوانانه، از خاطر مثل که بیشتر گفتین راستی یگان دفعه خودم جگر خون میشم، میبینم که هنرمندا چقدر پول مصرف میکنن، کانسرت ها میتن، یعنی چقدر پیسه و پول مصرف میکنن بسر خود تبلیغات و مارکتینگ خود، و در آخرش یک دلار نمیسازن. و همچنان باز یگان پروموترا رو میبینین که پول هنرمندا رو نمیتن. این غلط است، از خاطر بازم هنرمندا بسیار زحمت میکشن. خوب هنرمند یا خراب هنرمند پول مصرف میکنن، زحمت میکشن. راست میگین. بله. خب مجد جان، حالا درباره کارهایتان گپ بزنیم، مصرفیتهایتان، یعنی کدام کار دارین نمیاله که بسرش مثلا میوزیک ویدیو دارین که کار میگه؟ خب گفتین اینجا آمدین برای موسیقی. بله. مگر کدام آهنگ افغانی دارین که میکشین؟ من فعلا یک آهنگ افغانی دارم که سبب فردا بخیر سرش کار میکنیم، ویدیو درست میکنیم، و همچنان یک آهنگ انگلیسی است. بله. که آهنگ
در یک است باز هم وطنی است و چون ما مردم خود دوست دارم، افغانستان دوست دارم، کلگی تا آل دیگه میفهمن که بله بله امی چی شوقم به موسیقی اینه میست که امرای مردم امرای افغان ها میتونم که نزدیک تر شم و از امو خاطر کل آهنگایم زیاد آهنگایم همیشه وطنی میبرن نه چون ما دلم به اونمو شیر میره وقتی که میبینم که یک آهنگ وطنی است اونمو را من میتونم که از دل بخوانم با دل سوزم هستیم برای مردمتان و همچنان وطنتان و آهنگ وطنتان چی دروغ بگویم به هر تی وی 24 ساعت اونمو آهنگ پخش میشد براستی واقعا بسیار آهنگ زیبا بود تشکر و باید تشکری کنم از شما که نشر میکنید خواهش میکنم و تشکری کنم از شما سپورت شما و همچنان از بیننده عزیز که همیشه سپورت میکنم و یه آهنگ ماندن که در روتیشن باشه بله بله خب بیننده عزیز آلم میریم به سراغ یکی از آهنگای مجده جان لطفا یکی از آهنگایشان رو تماشا میکنیم با ما باشین